به نام خدا و با درود سلام به کانال خبری ما خوش آمدین. درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی وارد هفتمین روز شد. انفجار در مقام ولایت پنجشیر، جنگ شدید در شیوه ولایت بدخشان. ابتدا به خبر اول میپنداریم. انتبندت فارسی در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین مینگارد: درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی وارد هفتمین روز شد. انتبندت فارسی. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، از کشته شدن دو فرمانده ارشد طالبان در جریان درگیری با نیروهای جبهه مقاومت در پنجشیر خبر داد. علی میثم نظری شنبه 24 اردیبهشت در توییتر نوشت: در 24 ساعت آخر طالبان دو فرمانده خود را در حمله جبهه مقاومت از دست دادند. او نام این دو فرمانده طالبان را ملا غفار قندهاری و ملا ملنگ عنوان کرد و افزود: نیروهای جبهه مقاومت ملی ملا غفار را در شهرستان بگرام استان پروان و ملا ملنگ را در شهرستان رخه استان پنجشیر کشتند. ساکنان بگرام بعد از ظهر روز جمعه از شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی خبر دادند، اما جزئیات از این حادثه در دست نیست. هرچند علی میثم نظری محل دقیق حمله به ملا ملنگ فرمانده طالبان را مشخص نکرد، اما گفت در بگرام کشته شده است. طالبان از یک هفته پیش در پنجشیر، اندراب و تخار با نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان وارد درگیری شدند. سخنگویان جبهه مقاومت ملی ادعا کردند که طالبان متحمل تلفات سنگین شدند، اما تلاش میکنند آمار کشته شده ها و زخمی ها را از رسانه ها پنهان کنند. طالبان میگویند که این تلفات رسانه می باشد. طالبان در جریان درگیری با نیروهای جبهه مقاومت ملی با بازداشت و کشتار غیر نظامیان اقدام کردند که همواره از سوی نیروهای امارت اسلامی رد می شود. ساکنان پنجشیر، اندراب و تخار با ارسال ویدیو، عکس و پیام صوتی به رسانه ها از جمله انترنت فارسی از کشتار و بازداشت غیر نظامیان خبر داده است. در تازه ترین مورد، قاری بختیار، استاندار گروه طالبان در بغلان، روز جمعه به ساکنان شهرستان های دیسلا و خود فرصت داد که نیروهای جبهه مقاومت ملی را به تسلیم شدن وادار کنند، وگرنه ساکنان این نواحی انتقام گرفته خواهد داد. طالبان همچنین روز پنجشنبه به ساکنان روستای ایمین در شهرستان ورسک استان تخار پنجشنبه روز فرصت دادند که خانه هایشان را تخلیه کنند. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان دو هفته پیش این روستا را تصرف کرده بودند و پس از آن طالبان با هدف سرکوب نیروهای این جبهه و آنجا لشکرکشی کردند. همچنان این در حالی است که خالد امیری در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: فوری، همین لحظه جنگ نیروهای جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان در شیوه ولایت بدخشان به شدت جریان دارد. خالد امیری در پست دیگر: انفجار رنجر طالبان در نزدیکی مقام ولایت پنجشیر. مسئولیت خبر بر منبع خبر برمیگردد. تیم چینل در باره نظری ندارد. تا کنون این خبر از سوی منابع رسمی امارت اسلامی تایید و یا رد نشده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای را به نشر خواهیم گذاشت. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. تا درود دیگر، بدرود. ما آخرین جزئیات از افغانستان و جهان را برای شما به نشر خواهیم گذاشت. تا درود دیگر، بدرود.